زمانی که قوام سلطنت نخست وزیر بود سرکار هیچ وقت باش ملاقات کرده بود؟ شب مرتبه هر وقت من میرفتم من به این پدر فرستم. یه راستی که در اتاقش کسی اجزا داشته جبش بشینه؟ من هم چیزی ندارم. اشتر در کتابشون نوشتن که قوام سلطنت در اتاق پذیرایش فقط یک سمبلی بود، خودشون که از که دیگران بیستن. والا عزت اشرف فرمایشاشو مثل باقی فرمون قوام سلطنه در اتاقی بود، هر کس می اومد به شخص قوام سلطنه هم از حیث سن هم از حیث مقام یک احترام می توید، اینم سلامی می کرد، تعارفی می کرد، می شد. ولی یک چیزم خودم می شاهد ها که می اردن اول می بود به فرمی خود قوام سلطنه می بر می داشت، بعد سایدی بر می داشت اتاق چی یک سنلی گذاشته بود. این چیز از خاطرات ما در موقعی که از باش ملاقات کردیم بفرمایید که به صلاح مقدار خصوصیاتش بهتر روشن بشه. قوام سلطنه یک شخصی بود وطنخواه به عقیده من که دیدید با روسا چه رولی بازی کرد و چه جور شمال را از دست این که میگن شمال را چه قوام سلطنه گرفت این داستان. ولی یک شخصیتی بود مقتدر، به خودش مغرور بود و خودش را با اینهایی که بودند بالاتر میدونست. و یک روز پهلوش نشسته بودم، میرشرافی روز پیش بهش بد گفته بود تو روزنامه و من نشسته بودم، میرشرافی هم اومد، قوام سلطنه اینه که بالا زد یک قطعی حالا ده. گفت این آقا چه باشد، تا گفت این آقا چه باشد که میرشرافی چنون در رفت یک ثانیه دیگه نگذاشت همچی که همه صبح یک گفت، گفت این آقا میشناخت، گفت این آقا چه باشد، تا گفت باور کنید میرشرافی مثل برق در رفت. مردم ازش هم یک احترام هم یک دید. ولی اگر قوام سلطنه به حرفای مظفر فیروز گوش میداد همون وقت شاره بر هم مقام پرست بود. و من عقیده این قوام سلطنه در سیاست خارجیش فوق‌العاده بود برای حفظ اون روز مملکت. چه بود که این حزب دموکراتش نگرفت؟ حزبی درست کرده بود که لابد بمونه. خب مخالف، اول مخالف شاه بود که مثل ریک پول میداد بر ذاتش، دادخانهش نقارت کردن. مردم هم یک عده زیادی مثل این هنوزم هستن او را خارجی و نوکر انگلیس میدونستن، در صورتی که قوام سلطنه با آلمان ها کار میکرد داخلی، همه هم میدونن. این بود که شاه نمیدونست. شاه عجیب تحریک بود، عجیب تحریک میکرد حتی با خودش، حتی با خودش. اون تو دیگر رو سیورد توی کابینش قوام سلطنه برای اینکه روسها را ببخشید خرب کنه. بعد. خب یکی از انقلاب جنوب ما هم این شد که کمونیستا باید از کابینه برن بیرون و همینم رفت. قوام سلطنه گفت من از خدا این حرفه میخواستم دیگه، ایجا گفت ما ببینید داره جنوب هم میخوره، شما فعلا استعفا بدید. اینا رو همچی میکرد که روسا رو مطمئن بکنه که بتونه. داستانی که برای شما گمان میکنم شنیدنیست این است که بنده در شیراز بودم، یک روز دیدم قونسل تلفن کرد گفت من کار لازمی به شما دارم. اون وقت ما با قوام الملک شیرازی متحد بودیم، شما با قوام الملک بیایید یا من بیام، بگید بیایید گفت نه ما میاییم. بنده و قوام سوار ماشین جیبی شدیم مال قوام، رفتیم قونسلیتی. قونسل گفت که آقا من خواهش اومدم اینکه از شما زحمت دادم، خواستم خواهش کنم پس فردا در مجلس رأی میگیرن برای قوام سلطنه یا کسی دیگه و ما میخواییم قوام سلطنه نشد. بله؟ بله. و من از شما خواهش میکنم که شما به برادرتون ممن حسین خان که در مجلس هست دستور بدید که به قوام سلطنه رأی ندید. گفتم های قونسل، گفت بعد گفتم که بنده برادرم را فردا میفرستم به تهران و به ایشون میگن که به قوام سلطنه رأی بده، برای اینکه برخلاف عقیده شما کسی که بتوند امروز من به کتر نجات بده قوام سلطنه. گفت نه قوام سلطنه بار. گفتم نه
قوام سلطنه این کارها را، حالا یادم نیست تمام کارهایی که قوام، گفتم قوام سلطنه این کار را میکند، قوام سلطنه مجبور رئیس الوزرا شد، کابینه تشکیل میدهد و میگهد اختیار با مجلس است، با من نیست، میرد با روسیه، با روسا قراردادهایی میبندد ولی موکول میکند به رأی مجلس. وقتی که آمد کار خواست اون کارها قراردادها نوشته بشد، خودش در مجلس تحریک میکند شما هم باید کمک کنید که در مجلس وکلا بر ضد اون رأی بدن. گفت پس شما با ما دوستین؟ گفتم به ناغ با وطنم دوستم. کی شو به شما گفت است من دوستم؟ شما 3 نفر 4 نفر نوکر بیشتر ندارید، یکیش همین آقای قوامشی است. حالا اونم بهتون، یکی دیگهش آقای امیر اسدالله خان علم و یکی دیگه هم یکی از نویسنده ها بود که حالا اسمش یادم نیست، گفتم ابراهیم خواجه نوری، و 3-4 نفر هستن نوکر شما. شما فکر کنید من نوکر، من هر چه به نفع مملکت خودم دیدم میکنم به شما میدم. گفت پس برادر شما به قوام سلطنه رای میکنم؟ 100%. من میفرستم و دستور میدم و امر میکنم که در عقیده خودش هم قطعا همینه. ما با قنسل حرف میزنیم و گفتم اینهایی که من میگم یادداشت بکنید تا روز چی اومد ببینید تمام اینهایی که من گفتم. ما با قوام سلطنه رای قوام دل کنیم. آقا خدا رحمت کن، به همون لحجه تو باوی منو در آوردی، باید بگی من گفتم. من دروغ گفتم. بعد از اون من اینجا خودم رو دشمن کردم، تو رو پهلوی اونا عزیز کردم، عوضی که از من تشکر کنی بازم طلبکاری. خلاصه آقای قوام آرومش کردیم و رفتیم. من نموسین خان فردا سوار کردم. قوام سلطنه با یک رأی برد، اون یک رأی هم همون رأی بود که نموسین خان داد در حقیقت، درسته، ولی باید این همه اون کارها رو کرد تا انتخابات پیش اومد که باید این قراردادها بگذره به اینها. قوام سلطنه گفت من که اختیار ندارم، اختیار با مجلس، رفت به مجلس، مجلس هم رد کرد. روسها هم نتونستن، به شاه هم میگفتیم همین کارو بکن، نگو مجلس مال منه، که یک روز لازم شد بگی اختیار دست من نیست. گفت نه من قدرت دارم. شاه در این قصر آه نمیتونم مردست بگم، واقعا احمقی میکرد. خب خیلی چیزا رو میگفتن ها اختیار مجلس دست تو هست بکن، ولی قوام سلطنه گفت. ولی قوام سلطنه سر قضیه آذربایجان بایجان میگن که آقای مظفر فیروز میگه، میگه که امکان داشت که ما یه جوری با پیشوری سازش بکنیم و نداریم کار رو جنگ بکشه و شاه مانع میشد. حسن بیاد میشد اونها میتونست تا نیمه استقلالی بگن چه هست که پیش نیاد، ممکن بود، فکر میکنم چون نبود ممکن بود. ولی خب امریکایی ها و انگلیس ها نمیخواستن، میخواستن یک طوری بشه که اونجا آزاد بشه. و بهتون عرض کنم تا اون روزی که در جنوب هنوز هم انگلیس و امریکایی ها نمیدونستن که چطور میشه. یک دفعه اون پیش آمد، اینها یک دفعه ترسید، مردد بودن، یعنی میترسیدن از روسا که رسمان بگیدن نشد دیگه. اونا هم با اونا صحبت کردن، جاهای دیگه با هم داد و ستد کردن، ریشه‌وری بدبخت بیرون کردن، خودشون هم کشتن. اون وقت خاطرتون هست که چطور شد که قوام سلطنه دیگه رأی اعتماد نیاورد و برش ششتن و میگن حتی گذرنامه سیاسی بهش ندادن که از ایران خارج بشه، گذرنامه عادی رفت. نه گذرنامه سیاسی طبیعی بود، میدونه گذرنامه سیاسی بود، نه نخست از قانون بود، نه میتونست اصلا داشت گذرنامه سیاسی، شاه حضیتش میکرد. چجور تمام این وکلای مجلسی که بله 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 اینم میگه برای اینکه دوره دیگه شاه وکیلشون بکنه. بله پس از همون موقع هفشنوری از شاه شروع شده بود در مجلس؟ بله بله، از اول ادهی بود که شاه خواه بودن زیاد، مثل ممنعلی مسعودی و نمیدن نصرتیان و چیز جمال امامی و اینها بودن دیگه، اینها همه یعنی آخری اول اینها بودن. سید ضیا کمک میکرد، سید ضیا بر ضد قوام سلطنه کار میکرد. قوام سلطنه این قدرت شده بود، نتونسته بود که افرادی که به خودش وفادار اشخاص وفادار رو اوورد و همونها بهش خیانت کرد، یعنی همونها رأی نداد. اصلا کابینش بگن استفاده داده بود؟ نه کابینه استفاده داد، فقط سید جلال موند، سید جلال که تقویم می نوشت. اون هم بعد معلوم شد که از طرف شاه گفتن ببین که جاسوسیش رو بکنه، اینطور که میگن چون
مردم. ساعد چی؟ ساعد یا ساعد؟ بله میشناختمش. یک آدمی بود خودش تعریف میکرد، آدم خوشمزه بود، خیلی خوشمزه بود، ولی اون 100% با انگلیسا بود دیگه. یعنی با انگلیسا بود نیست، عقیدش این بود که دست انگلیسا اینها بهتر میشد من به کتر داره کرد. آدم باهوشی بود؟ باهوش. خودش تزده بود به خدا رحمت کند مرحوم سمسام سلطنه با سردار اسد آجلور خان که برادر کوچکترش بود رفته بودن سفارت. مرحوم آجلور خان سردار سمسام سلطنه بزرگتر بود ولی رئیس الوزرا بود. شروع کرده بود اونجا پرتی ولا گفتن. وقتی بیرون اومده بود معروف است گفتن آجلور خان که خب برادر اینا چی بود تو اینا چرا هم دید؟ گفت من خودم زده بودم به خرخری که اینا را خرشون بکنم. حالا هم ساعت گاهی خودش میزد به خرخری ولی آدم باوش. خوب. ولی به طور کلی شاه با این تیپا خوب نبود، ولی اون موقع مجبور بود تو این شاه و اینا با او کار میکردن. شاه مجبور شاه با هیچ کس خوب نبود جز با یک اشخاصی که همین ساعت تعریف میکرد. میگفت بیکار بودم، زنم گرفته بودم، یک روز رفتم پهلوی زنم گفتم که مجده بده. گفت داخل سفارت شدم و منشی شدم. گفت خاک به سرت. حالا من به چند نفر تعظیم کنم؟ بعد از چند رفتم گفتم منشی اول شدم، گفت خاک به سرت و هی 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 رفتم و گفتم بله دیگه سفیر شدم، گفت خاک به سرت، باید من برم به زن رئیس الوزرا تعظیم کنم، وزیر خارجه شد. بعد رفتم گفتم خب خانم رئیس الوزرا شدم دیالش فکر دیگر، گفت خاک به سر این مملکت که تو رئیس الوزرا شدی. خودش درست کرده بود من آدم شوخی خوب بود، من خوبی بود روی هم با من دعوامونم شد. یه روز سر حرف املاک بود به من تو مجلس بود، سنا بود، همون وقت هم گفتن که من تو مجلس چرا تون میکردم ولی مجلس خوش بود. گفتم آقای سعد راجی به این کار املاک، گفت که من به آقای وزیر مالیه گلشایان بود دستور رو گفتم، گلشایان به من الان گفت که شما دستور دادید نکنن و این برای یک نخست وزیر اگر شما میدونید صلاح نیست به من بگید، اگرم حق باره. گفت من میخواستم به شما کمک کنم دیگر نمیکنم. گفتم شما قدرت ندارید به من کمک کنید، مطابق قانون این آقایون همه میشون، شما حق هم چه حرفی به من ندارید، اگر حق میگن به حقم گوش میدید، اگر ناحق میگن بزنید تو دهنم بگید ناحق میگن. خیلی کن میکردم بهش. اختلافش با اطلاع کاشانی چه بودی تحبیلش کرد؟ کاشانی به اصطلاح اون وقت آزادی خواه بود، اینها را انگلیس خواه میتونست بیدون که اینها دیگه سر همون پول بده هیئت اسلام درست کنم، یکی میگفت از این کارها، از این حرفا، برای همین ها بود. آیت الله کاشانی رو نبودی تعریف کردین که با شاشا بودین و خیلی من با پدر من مشتا بود آدم وطن پرست بود؟ نمیتونم بگم وطن پرست نبود ولی پول دوست بود. به طور کلی تمام آخوندها پول دوست. برای نمونه یزدی باید بکنم هم خنددار هستن. همین آخری بعد از انقلاب رفتم تو ایل قشقایی، چون اونجا قشقایی وقت خودمون هستیم خیلی آزادانه صحبت میکنن، هیچ موضوع یک صندلی میشین دو نه آزاد. وقتی یک بیگانه هست یعنی شهری هست خیلی رعایت میکنه، ولی وقتی گفتم آقا من اومدم اینجا رفتم پیش این دولت، همین دولت آقای بازرگان اینها، بلکه برای شما یک پولی قرض کنم و نشد. یکی از اون پایین جوانی بود، گفت خان، گفتم من، گفت من فکر میکردم خدای نخواسته تو عقل داری. گفت خود چطور شده من چیکار؟ گفت این آخوندها میان از ما کشم که پشم گدایی میکنن، باز تو رفته بودی از اینا پول برای ما گدایی کنی، مگر نمیدونی آخوند به اسرائیل جون نمیده پول میده؟ اینا آخوند نش پول خوش شد. بله خیلی. با وجود اینکه به اصطلاح آیت الله تعالی از اول که نبود از نظر چرا؟ بیا اومد مرجع تقلیم، یعنی هرچه بود به قدری در بازار نفوذ داشت که دو نفر بود، بهبهانی بود و بود، حتی این به بهبهانی غلبه میکرد.
موقعی که تجوید را زد بهوانی مخالف بود، ولی نفس نکنست بکشه تجوید، چون جمعه ملی داشت جامعه با کاشانی بیشتر چیز میشد. ولی متاسفانه با مصدق برای همون 200 هزار تومن و بعدش به هم زدن و باعث سقوط و مصدق و خیلی چیزها همون نفاق بین خودشون شد. مکی امیدوار به نخست وزیری و سایرین میگفتن مصدق خیلی تندروی میکند و باید آروم باشد، مثلا بقایی و رضایانی میگفتن مصدق تندروی. سوگانی فدایان اسلام جز دارسته، بله سب هم جز دارسته کاشانی میشدن با هم. حالا حرف اینجاست که رزمارا را معروف است که مجاهدین همون اسلام فدایان اسلام کشتن، ولی به طوری که همون رضاخان تعلیمی که مأمور رزمارا بود به من گفت، مثل اینکه یا خودش زده یا شاه کشته، برای اینکه همون وقت هم علم رفت رزمارا را رسما برداشت، گفت باید بریم سر خط، برد و تو راه زدنش. این است که در اینجا ممکن است شاه هم نظر، یعنی شاه که نظر داشت رزمارا از بین بره، دقیقی درش نیست. در اینجا شاید تصادفاً با کاشانی نظرشون یکی شده، ولی معروفه که شاه کشته، ولی یه ایده هم میگن که همون چیزا باشه فدایا. رزمارا تا چرد شاه وفادار بود؟ هیچ تا اونجایی که خودش به قدرت برسد و از وجود شاه استفاده کند فداکار بود، برای اینکه گفت اینها مردمانی هستن قدر نشناس. بله بوگشای ما یک گروهبانی داشتیم، این فوق العاده گروهبان زرنگی بود در تمام کارها، جنگ ها و کار، و رضا شاه هم به این عقیده عجیبی داشت. این مریض شد، تا مریض بود هر روز 2-3 تلفن از طرف شاه می شد حالش رو می پرسیدن، و حتی یک دو دفعه که خودش اومد به مریض خانه که رضا شاه می رفت، حتی اون خودش هم سرکشی تا روزی که مرد. فرداش گفت حقوقش رو قطع کنید، دیگه ندادم بشه، اصلا فراموش کرد، گفت اینها فامیلا این طورن، قطع تا روزی که احتیاج دارند هستن، وقتی که از اون شخص احتیاجشون تموم شد فکر نمی کنن که این شخص خدمت کرده، این زن دارد بچه دارد، دیگه این فکر نمی کنن. بکل این عبارت بود که رزمارا به من گفته، تو ما با هم می نشستیم خیلی حال بخ، این کلام به کلام حرفش دارد. حالا هم کسایی هستن که از این حرفا می دانن نسبت می زنن بر رزمارا در بعضی از این گزارش های سفارت انگلیس و امریکا بهش نسبت میدن که با روسا نزدیک بوده، بعد از این هم دیگه میگن امریکایی ها آوردنش. در اینکه امریکایی ها آوردن حرفی نداره، در اینکه با روسا بازی میکرد در اونم حرفی نیست، ولی رزمارا چون خودم دستم تو کار بود امریکایی آورد، یکی از وسیله آورندش خود شخص بنده که روبروی شما نشستم، هر کدام رفتم با منصور الملک گفتم آقا شما صلاحتون میده، گفت نه خیلی فردا من رأی میارم، شما به برادراتون و دوستانتون بگید به من رأی بدن، من بعد استعفا. گفتم چشم، بعد من میگم اگر فردا مجلس فردا قبل از اینکه چیز بشه گفتم بهش خودتون نخیلی هم بیکنم. چرا آوردنش امریکایی؟ یعنی امیدوار بودن که چه بکنه؟ امیدوار بودن که مملکت اداره کند، از این حال هرج و مرج اینها بیرون، و واقعا هم داشت یه کارهایی میکرد که قرارداد نفت پیش اومد. بله در اون قرارداد نفت من در تهران بودم، خیلی اونجا رول بازی شد، خیلی، حتی آخرین روز که باید مجلس رأی بدد مصدق سلطنه خدا رحمت کن گفت یک کاری بکنید، مکی اون نطق مفصل کرد که من برای من رفتم پهلوی سردار فاخر، صبحی بود دیدم لو، گفتم چه آشفته نیستی که حالت بده، گفت نه حالم بد نیست میخوام برم مجلس، گفتم توی مجلس میخواید برید که حالت بده و نمیبینی، فکر که گفت آره مثل این که سرم یک قکمی گیج میده، گفتم آره تو عصبانی هستی و حال سکته داری، تو صلاحت این است بخوابی،
این خانم سوچی به اونم گفت بله، سردار فاخر ما چیز خوابونیم دیدیم شکرایی اومد از طرف دربار سلام اینها گفت که بعد از مارا میل نداشت تصویب بشه. عجیبه. بعد گفت که به خود من گفت، گفت یک کاری بکنید، مصدق هم میگفت یک کاری بکنید تصویب نشه از مارا هم بکنید. بله گفت که بله 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 حالا عرض میکنم شکرایی با رزمارا گرم گرفته بود. وقتی شکرایی اومد گفت که آقای سردار فاخر اعلی حضرت فرمودن که الان مجلس چیز میشه، شما زودتر بیرید مجلس اداره کنید چون روز آخره. سردار فاخر پاشد لباس رو گفتم آقای سردار تو میمیری، به امر کرده گفتم اعلی حضرت همایونی خیلی امر میکنن، امر میکنن شما برید سکته کنید بمیرید که نیت ایشون چیز بشه. شکرایی گفت البته از دست از هر چه آقای قشقایی میفرمایند صحیح، پاشد رفت. در این موقع ارباب شاهرخ اومد، به اونم همین جواب دادم، اونم گفتی هم رزمارا به خود من گفت تصویب نشد بهتره، چیزم به خود من گفت تصویب نشد مصدق سلطنه با بعد باید این هر دو شد ما سردار تصویب بشه. سردار فاخر گفت پس من چه کار کنم؟ گفت تلفن کنید برد امیر حسین خان برد مجلس اداره کند. امیر حسین خان بختیاری معاون مجلس بود. پا شدم رفتم پهلوی امیر حسین خان، گفتم آقای امیر حسین خان امروز وقت دارم. گفت نخیر آقا، وطن در خطر است و من وظیفه من الانم میرم و مجلس اداره میکنم و بایدم تشریف. گفتم رفت که اون نطق مفصل مکی دیگه مجال نداد، روی بودجه بود و چون نشد تموم شد تصویب نشد. بله من هم از سردار فاخر به من گفتم، هم مصدق سلطنه گفت هم یکی دو نفر گفتن که از وزرای رزمارا. بله به من گفتن که ضبط شده رو نوار که میگن که رزمارا به ما گفت که یه قرارداد جدیدی نوشته شده و توی جیب منه. بله و قبل از این که این معلوم بشه توی جیبش چیه کشته شد ممکنه. ولی من چه اطلاعی نه چون بس کردم بنده اون وقت رفتم به فارس بودم وقتی پوش شد. ولی اون کار را از ما را میل نداشت تصویر بشه. بعدم که تصویر نشد خودمون که تنها بودیم باقی شای خوب بازی کردی، خوب شد تصویر نشد. میخواست قرارداد چه شکلی باشه؟ خواستش چی؟ اونا میگفتن که قرارداد نصف دست انگلیس باشد نصف دست ایران، یک قسم 149-159 رزمارا در یک پاس گیرش افتاده بود که مجبور بود بگد بله. گفت ما نمیتونیم آفتاب لگن خودمون را درست کنیم، چطور میتونیم اینجا را اداره کنیم؟ ولی باطنم گفت به هیچ کس هم نمیتونم بگم، فقط بیا الان برای اولین دفعه من به شما این حرف هست کردم. ایرانی همه شون من هیچ کدوم شون را نمیتونم بگم. همون جمال امامی چون با کمونیست بد بود، عقیدهش بود که باید شاه باشد، مملکت به دست شاه اداره بشد. این حرفایی که مصدق سلطنه میزند نباید بشه. تو مصدق سلطنه صحبت از آزادی نمیکرد. بیان میکنم یک تیکه هایی بند نرس کردم که کمتر هیچی نشون برد. با بقایی آشنا بودیم؟ با بقایی خیلی کم. با بقایی بفرمایید. که خیلی کم آشنایی داشتم، حتی موقعی که در ایران و سیوم تیر بود چه بود برای مصدق سلطنه، اونجا بنده اینجا بودم که اون اتفاق افتاد که برادرام رفتن در مجلس قسم خوردن که با مصدق هم کنن. من یک تلگرافی هم به بقایی کردم که آقا امروز وقت هست که شما مصدق را ول نکنید و چوین نه با آشنایی زیادی نه، نه فقط سلام علیک. اون موقعی اتفاقی بود؟ اون روز سیوم تیر اتفاقی بود. عبدالله اینجا تحصیل میکرد، تلفن کردن که عبدالله خونش مسموم شده است. من رفتم مجلس از کاشانی خداحافظی کردم و از مجلس اجازه گرفتم اومدم برای ببینم عبدالله چه به سرش اومده است. بله تصادفی بود. اون وقت همچه بنایی نبود. وقتی من اومدم 20 روز بعد از من این اتفاق افتاد، هیچ فکرش نمیشد بکن. ولی همینجا چیزی از اونجا این که مصدق این اختیارات 6 ماه رو از مجلس گرفتش ایراد وارد میکنن که این برخلاف قانون بوده و نشون میده که ایشون واقعا آزادی خواه نبوده. نه مصدق یک فکر کرد و اون فکری است که در مجلس نفاق افتاده.
دارن میدن فکر کرد که اگر این قدرت چیز اختیار را بگیرد با این اختیار میتوند جلوگیری از اقدامات شاه و اون کارهایی که به نفع انگلیس‌هاست بکند. ندونست که اگر مجلس سقوط کرد این اختیار اوتوماتیک از دستش میداد و اختیار میافتد دستش. اینجا اشتباه کرد، نمیخواست خیانت کند، میخواست جلو بقایی و مکی و کاشانی را از اون راه بگیرد. اینایی که به اصطلاح مخالف مصدق هستن به مصدقی هم میگن که آقا اینا مصدق و شما که اینقدر زنگ آزادی و مجلس رو به سینه میزد نماد خودش که شد مجلس رو بیاختیار. نه خیلی این حقایق رو باید نزد کنم، این بود مصدق به این نیت دید که دیگه شاه برگردون نفهمه را دارن دیگه، یعنی امریکا اون وقت با دست شاه و امریکایی ها برگردونن و مجلس را دیدید از حال چیز انداختن و مصدق فکر کرد که تا 6 ماه این قدرت را داشته باشد نگذارد بعضی کارها بشد. نمیدونید که اگر مجلس افتاد این اختیار از دستش در اختیار که از دستش در افتاد فورا امریکایی ها به خود من گفتن که آها الان دیگه مجلسی نیست، اون اختیارات هرچه شاه ارکستا شاه انتخاب کند ما او را به رئیس الوزرا میشناسیم. تو به من پیشنهاد کردن که زاهدی رو به کل من قبول کنم. یکی از مطالبی که دکتر امینی گفته و ما ضبط کردیم این استش که وزرای مصدق خیلی غیر ناجس متجانس بودن. بله. و افرادی بودن که اصلا هیچ بچه مشترکی با هم نداشتن. راست میگید. به نظر شما چرا مصدق وزراشون اینجوری انتخاب کرد؟ هیچ نمیدونم. نمیتونم در این خود یکی از وزراش خود آقای امینی هم بودند. امینی هم چی که دید وزن چیز میشد، اما امینی یک سیاستمدار محافظه کار زیادی است، آدم عاقل فهمیده، ولی خب سیاستمداری است که زیاد محافظه کاره و دلش هم میخواد یک کارهایی بکند که بگن در اصل امینی این کار شد و این فرصت هم هیچ تأثیرش نداره. مصدق با وزراش چطور بودشون مشورت میکرد؟ شما ایشون در جلسات دیگه وزراش باشن؟ کمتر، ولی بله 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 در همه کار مشورت میکرد، ولی اون چی که خودش میگفت همون کار میکرد. حسیبی و زیرک زاده اون دسته حزب ایرانی ها از وجود مصدق به نفع خودشون استفاده میکرد. اونا چه نیتی داشتن؟ میخواستن حزب خودشون بیاد رو کار خودشون، نخست وزیر باشن، خودشون وزیر باشن مملکت خودشون. هم مصدق که عمر نوح نمیکرد حسین فاطمی نه یک دم نه، عقیدش این بود که این که مصدق میگد همینه و باید دنبال این رفت. خودشم واقعا به سیاست خارجی خیلی چیز نداشت. این درسته که بین علویان صالح و مصدق اختلاف افتاده بود و بین علت سفیرش کرد از این دور بشه؟ نه اتفاقا با الله‌یار صالح خیلی هم رفیق، یگانه کسی که بهش اعتماد داشت الله‌یار صالح بود. همینطور هم الله‌یار صالح اینجا عرض کردم که من مصدق فرستاد پهلوی سفیر انگلیس که اون گفتگو رو کردم یاد داشت. بعد من از زاهدی پرسیدم، یعنی زاهد در ضمن صحبت زاهدی که اومد ژنو گفت که اون وقتی تو را فرستاد مصدق پهلوی سفیر که بهش بگیم مهندسینشون بیان رو کار تا ایرانی ها بیان رو کار مهندسین اونا کار کنن، شب مصدق گفت مشورت کرد از ما، وزیر بود از گفت که آقا ما چه کار کنیم، به سفیر کیه بفرستیم؟ میگفت من گفتم که من عقیدم اینه 3 نفر را بفرستیم، صارم دوله که 100% انگلیس با انگلیس ها مناسبت، الله یار صالح که 100% با امریکایی ها راه داره و قشقایی که از خودمون و سباه هیچ کدومشون راه نداره. مصدق گفت آقا جان چرا ما سردرد برای خودمون درست کنیم؟ همین قشقایی که از هیچ کدومشون نوش او را میفرستیم، چرا یک انگلیسی بفرستیم، چرا یک امریکایی، بذارید یک کسی که از هیچ کس نیست او را بفرستیم. بله این را زاهدی وقتی ژنو اومدیم گفت این اون روز که بهت گفتم ناسزون این روز اختیار کار من بکرد دست تو هست این اون بود. برای اینکه فرمودی که زاهدی در واقع نیت خوبی نسبت به مصدق داشته و بینشون سوء تفاهم افتاد این خیلی جالبه. بله این چون خودم درش بود، حتی
گفت به من گفتن امروز که شلوغ میشد بزنید، گفتم آقا مردم، گفتن بله بزنید. بعد از اون که من زدم دیدم برداشتن نوشتن زاهدی زده است، ما خبر نداریم. ولی من خدایی باید بگم که زاهدی تا آخرین دقیقه که در اونجا کابینه بود در اونجا در رفت به من میگفت باید از وجود این پیرمرد استفاده کنیم برای که من به کدر نجات دادسته میداد. بازم اینه با ناصر جون دخیل این را دور شغل نکنیم. خود زاهدی را اطرافی هاش رو یا خودی نمیتونم بیرونش کرد. ولی دوره نخست وزیری زاهدی هم زیر طول نکشید؟ نه شاه نکشید. بله من همون وقتم به خودش نوشتم که یقین دارم جوابش دارم. نوشتم آقا شاه آمد در اینجا در سنتا باربارا مهمان اون سفیر سابق امریکا شد، بعد امریکایی ها رو دیده است، دو تقاضا کرده است از امریکایی ها، یکی این که زاهدی نباشد، یکی این که به قشقایی ها کمک نکنه. به امریکایی ها هر دو رو قبول کرد و به شما میگم برگشتن شاه شما معزولید. به اینجا هم بردشیر گفتم، بردشیر خندیده بود. بعدم زاهدی کاغذی نوشته است که مطالبی که نوشته بودید رسید فلان فلان، در این که نوشید من رو